بیا تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. با سلام و درود خدمت یکایک که شما عزیزان و اندیشمندان، شما جویندگان راه سلامتی، شفا، خوشبختی و کمال، شما پرچمداران عشق و محبت و انسانیت و آزادگی و شما پیروان راه حق و حقیقت. دکتر هوبان هستم و تشکر میکنم از اینکه به تماشای برنامه شفا نشسته این. با ما باشید. با سلام و درود مجدد و تشکر از شما عزیزان که وقت گرانبهاتون رو میذاریم و به تماشای این برنامه میشینیم. خب امروز جهت برنامه‌ای که من قصد داشتم راجبش صحبت کنم عوض شد. قرار بود که امروز شروع کنیم و آگاهی‌های ذهن و کنترل ذهن و به هر حال بخش مربوط به ذهن و باورها و غیره شروع بشه. دیروز توی مطب که بودم بر حسب یک مشاوره تلفنی که با یکی از عزیزان داشتم، یکی از عزیزانی بودن که سالهاست تحت نظر ما هستن و این خانم عزیز به خاطر صحبتی که شد من تصمیم گرفتم که امروز یه مقدار بذارم این مطلب رو بیشتر بازش کنم و صحبت بکنیم، از اونجایی که به هر حال همیشه همه چیز رو دوست دارم که با شما در میون بذارم. صحبت که این خانم داشتن این بود که البته ایشون الان 3-4 سالی هستش که از مکمل‌های غذایی ما استفاده می‌کنن و به طور کلی خیلی مهمتر از اون روش‌های منطبق شدن و یا تطبیق شدن با طبیعت و استفاده از به هر حال پیشنهادهایی که روش زندگیشون متعادل میشه و تمام اون ضوابطی که و یا قواعد و یا ارکانی که برای یک سلامتی میتونه مفید باشه استفاده کرد. مشکلاتی که ایشون داشتن یه مقدار آرتروز، مشکلات هورمونی، مناپاز و یائسگی و غیره و یه سری موارد دیگه بود که خدا رو شکر از خیلی از این نظرها حالشون بهتر شده بود و ایشون صحبت که با من داشتن گفتن که شمایی که خیلی تشویق میکنی که من مرتب به پزشکم برم و همیشه تحت نظر پزشک باشم، همونجور که من خب بارها در تلویزیونم همیشه میگم همیشه تحت نظر پزشکتون باشین، در کنار اینکه تحت نظر ما هستین تحت نظر پزشک همیشه باشین. و ایشون میگفت من یک مکالمه با پزشکم پیش اومد دیروز که خواستم با شما در میون بذارم، که البته این مکالمه یعنی محتوای این مکالمه برای من اصلا تازگی نداشت و در تمام این چندین سالی که من مشغول کار هستم شاید بارها با یه همچین موضوعی روبرو شدم یا شبیه این صحبت ها که ایشون داشت میگفتش که بله من
بعد از 3-4 سال که از راه طبیعی درمانی و داروهای گیاهی و غیره اینم بهتر شد، اون بهتر شد، اینجوری شد، اونجوری شده، پزشکشون با یک حالت تمسخر گفتن که نه بابا اینها، حالا من دقیقاً نمیتونم کوت بکنم که دقیقاً جمله چی بوده، چون به هر وقتی یه صحبتی زده میشه بعد یک کس دیگه صحبت ایشونو میخواد بگه و من بخوام صحبت ایشونو که از یک شخص دیگه نقل قول میکنم، شاید دقیقاً نتونم اون صحبت رو بگم، ولی برداشت این بود که با یک حالت تمسخر و لبخند و به قول ایشون یک نگاه عاقلاً در سفیه فکر میکنم یه همچیزی صحبت شد و گفتن که بله اینا همه بی خوده و دیگه امروزه عصر تکنولوژی و غیره است و خیلی چیزا عوض شده دیگه، انسان که با عرابه و کجاوه و قارنشین و اینا، البته من معنی کجاوه رو نمیدونم ولی فقط دارم تکرار میکنم، دقیقا نمیدونم معنیش یعنی چی، ولی به هر حال متوجه موضوع شدم، یعنی مفهومش رو متوجه شدم که انسان که دیگه قارنشین نیست و زمان اون نیست که با عرابه و کجاوه و اینا بره این ور اون ور رو کوچ بکنه و غیره، و ما خیلی متمدد شدیم و پیشرفت کردیم و دیگه علف و گیاه و اینا به درد ما نمیخوره، باید دارو استفاده کنیم. از اونجایی که هیچ وقت من دوست ندارم توی هیچ چیزی قضاوت بکنم و هیچ وقت همه انسانها رو در هر شرایطی هیچ وقت گروه بندی دوست ندارم بکنم و به خصوص به خاطر احترامی خیلی زیادی که برای علم پزشکی دارم، قضاوتی در اینجا نمی کنم. ولی این صحبت رو یا شبیه این صحبت رو من بارها و بارها از عزیزانی که تحت نظر ما هستن و من همیشه تشویقشون میکنم که تحت نظر پزشکشون باشن و با پزشکشون در میون بذارن که چی کار دارن میکنن، باهاش مواجه میشن. بدون اینکه بخوام قضاوت کنم، از روی تجربه شخصی خودم میتونم صحبت بکنم در مورد خودم و در مورد شاید بالای 20,000 اشخاصی که مراجعینی که به من رو آوردن و من یک وسیله بسیار بسیار کوچکی بودم برای اینها که بتونن در اون مسیر سلامتی قرار بگیرن. زمانی که من مبتلا به بیماری شدم در سنین نوجوانی و بعد از مدت زیادی که حالم هی بدتر و بدتر می شد و داروهای شیمیایی اثری روی من نداشت که هیچی و حال منو بدتر می کرد، که داستان زندگی من بارها گفتم و انشالله در کتابی که قراره که تا احتمالاً یه 2-3 ماه دیگه در دسترس شما قرار بگیره کامل کامل تمام اینها توضیح داده شده، تمام اون یادگیری ها و به هر حال اون قدم هایی که امروزه دارم برمیدارم و یا در مسیر سلامتی تونستم خودم رو قرار بدم، همه رو مدیون همین طبیعی درمانی، تغذیه، آب سالم، هوای سالم، خواب خوب، استراحت، ورزش، افکار مثبت، کنترل بر احساسات، رابطه مستقیم و یک ارتباط درست و حقیقی از طریق معنوی با اصل وجودمون، با خداوند، و به طور کلی یک روش زندگی متعادل و احساس مسئولیت بسیار زیاد نسبت به سلامتی خودم و احساس مسئولیت نسبت به جامعه و کره خاکی که درش زندگی میکنم و تمام مردمی که در اون زندگی میکنن بوده. و به هم ثابت شده که تنها راه برای رسیدن به سلامتی یا حداقل در مسیر سلامتی و شفا و کمال قرار گرفتن فقط اینه که ما به طبیعت خودمون و به وجود خودمون و به طبیعت رو بیاریم. و به هم ثابت شده که بیماری هیچ وقت، البته بیماری همیشه یک مسمومیت، بیماری های مزمن رو دارم میگم، بیماری های کرونیک، همیشه یک مسمومیت و آلودگی، یا آلودگی های ذهنی یا آلودگی های بدنی و شیمیایی و محیطی و غیره، و عدم توازن در سیستم های ما و
یک سری کمبود از مواد مغذی و یا یک سری از کمبود از احساسات مثبت. هیچ وقت یک بیماری کمبود یک ماده شیمیایی و یا یک داروی شیمیایی نیست. از اونجایی هم که من هیچ وقت پزشکی رو و علم پزشکی رو با داروسازی یکی نمیبینم و کمپانی های داروسازی رو با علم پزشکی کاملا جدا میبینم، در صورتی که امروزه یک رابطه بسیار مستقیم با هم دارن و کنترلی که کمپانی های داروسازی روی علم پزشکی و دانشکده های پزشکی دارن و مطالبی که در اونجا عنوان میشه و طریقه صحبت ها و طریقه باورهایی که در این دانشکده ها داده میشه و کنترل هایی که میشه، اون مبحثی که شاید بارها راجبش صحبت کردیم و شاید باز راجبش صحبت بکنیم که به طور کلی علم داروسازی بیشتر هدف در از بین بردن علامت بیماری هستش و تمام